من کماکان معتقدم که آقای موسوی دچار یک عارضه هست، یک عارضه سیاسی، ایشون و اطرافیان نزدیکشون. متاسفانه ما قبل از انتخابات خیلی به این عارضه توجه نکردیم و دامنگیرمون شد، اونم عارضه توهم و استغناست. من تو متنم مفصل به این موضوع پرداختم. به هر حال آقای موسوی هیچ موقع به جز چند سالی در ابتدای انقلاب که در تشکیلات حزب جمهوری اسلامی بودن کار سیاسی تشکیلاتی نکردن، خصوصا با پیچیدگی هایی که کار تشکیلاتی سیاسی در امروز داره و مسائل و پیچیدگی هایی که بالاخره کشور ما تو حوزه مسائل سیاسی و رقابت های سیاسی دارن. آقای موسوی کم مهارت و کم تجربه می نمودند. من خطاب به همه جوان ها و رفقای خودم، دوستان خودم، کسایی که حالا شاید تو انتخابات با ما در تماس بودن، خب خیلی از این موج سبز رو شما شاهدید که به هر حال بدنه تشکیلاتی احزاب سیاسی، مشارکت، کارگزاران، سازمان مجاهدین، اینها فراهم کردن و فراخوان دادن و به اعتماد اینها، چون آقای موسوی که تشکیلات سیاسی نداشت. من خطاب به اینا عرض میکنم که اگر این مسیری که آقای موسوی و همراهان ایشون دارن طی میکنن در تقابل با نظام قرار بگیره و مسیر در جهت منافع کلی نظام، منافعی که به هر حال ارکان بالای نظام تعیین میکنن و بالاخره صلاح و مصلحت کل کشور درش لازم میشه، اگر در رویارویی با این باشه، به سرعت مورد طمع و مطمع نظر بیگانگان قرار میگیره و سرنوشتی شامل حالش میشه که آقای تاجبخش مفصل فهرستوار گفتن که چه فرایندهایی طی میشه توی این زمان. و من به شدت نگران سرنوشت سیاسی شخص آقای موسوی، اطرافیان ایشون و به هر حال کسایی هستم که دل به این مسیر بستن. آقای موسوی به هر حال سرمایه نظام هستند و من شخصا به هر حال به عنوان نخست وزیر حضرت امام و کسی که 8 سال کشور رو در سخت‌ترین شرایط اداره کرده ارادت دارم خدمت ایشون، اما فکر میکنم که این توهم و استغنایی که من عرض کردم و این مسیری که بعد از انتخابات ایشون پی گرفتن به سرانجام نیکی نمی انجامه و همه اون سرمایه ای رو که میتونه در خدمت کشور، نظام، انقلاب، راه امام و حتی مسیر اصلاحات، حتی مسیر تبیین یک افقهای جدید برای پیشرفت کشور بی انجامه، حتما دچار آسیب میکنن و این سرمایه زایل خواهد شد. من تا حالا خدا شاهده از طرف کارشناسای پروندم یک بارم سر من حتی با صدای بلند صحبت نکردن با من، کاملا منطقی، اصلا این که سراغ اتهامات تخیلی برن یه چیزایی بخوام به من نسبت بدن که من مثلا واکنش مثلا چیزی بیفتم، مثلا به یه سوال دیگه بخوام، اصلا این روش ها نبوده، روش ها کاملا منطقی بوده. یه زبانی خط قرمز داشتی، یه زبانی اصلا خیلی بد میدونستی، ولی یه دفعه ببینی افتاد به رفت آمد، به اون ور بیا کمک مالی بگیر، کمک فکری بگیر، خیلی مباح شد. یعنی بعضی چیزهایی که به لحاظ انقلابی و سیاسی حرام میدونستیم متاسفانه مباح شد. این هم نماد دوم بود. در داخل بعضی از خطوط قرمز برداشته شد. شما، من خودم یادمه یه زمانی در جلسات دوستان اصلاح طلب و موقع تحت عنوان خط امام بود، فرض کنید حالا با بلاز مبارزات قبل از انقلاب گاهی اسمی از افرادی که تو نهضت آزادی بودن یا توی ملی مذهبی ها بودن، حالا شاید با احترام یه وقتی میاری به من میپریدن که آقا اینا گروه های مطرود امام هستن، اینها الان بلن، اینا شما چرا اینجوره؟ خب حالا با هم میگفتی ببخشید تموم میشد میرم. ولی بعد از شروع این زاویه گرفتن و این انحراف فکری میبینیم که به راحتی جلسات زیاد میشه، با هم دیگه فالوده میخورن، بگو اصلا تمام خطوط به هم ریخته. این مجموعه متاسفانه از فاز فکر تنها بیرون اومد و یک حرکت نفاق‌گونه‌ای که از ظرفیت نظام استفاده بکنیم،
اینا هم نمادهاش بود. این به نظر من سنگ بنای مشکلات امروز است. در حوادث اخیر قطعاً حالا معمولا امنیتی ها و اطلاعاتی ها سه رده تقسیم میکنن دیگه، آمر و عامل و مثلا چی و فلان اینا. اگر اینجوری باشه به نظر من یه مقداری در حد در خصوص بعضی ها به نظر من جفا شده، یعنی به هر حال کسانی که نماد بودن خب اونا الان مشکل ماها رو ندارن، البته شاید الان مشکلات روحی و فلان اینا براشون ایجاد شده باشه، ولی به نظر من در جامعه هستن کسانی که خیلی مؤثر بودن و اونا هم باید پاسخگو باشن که هنوز بیرون هستن. و اگه منظورتون کسی که هنوز محاکمه نشدن تو دادگاه تو زندان باشن که نشدن که بحث دیگه، اونا میان محاکمه میشن، ولی اونهایی که بیرون هستن به نظر من قطعا زیاد هستن، از ما هم به قول معروف دونه درشتر هست بیرون، خب همه اینا هستن. حالا امیدوار هستیم که بدون محاکمه حداقل به سر عقل بیان همه، متوجه خطرات بشن. خطاب به دوستان خودم در حزب که به هر حال ما یه شرایط خدادادی برامون پیش اومد، یعنی این اتفاقی که برای ما افتاد و بازداشت شدیم واقعا یه شرایط، البته شرایط سختیه، همونجوری که گفتن زندان جای خوبی نیست، اما یه فرصتی برای ما بود که فارغ از تعلقات حزبی و تشکیلاتی و تبلیغاتی و این فضای عمومی جذب‌زدگی و اینها، فرصت تأمل و تفکر داشته باشیم. من خودم رو نمیگم که کوچکترین عضو شورای مرکزی هستم، وقتی بزرگی مثل آقای حجاریان یک چنین تحول نگرشی براش ایجاد میشه و فرصت پیدا میکنه که یه همچین تحول نگرشی براش ایجاد بشه، حتما یه فرصت خدادادی برای تلقی کنه. یکی از مواردی که در این دادگاه مطرح میشه بحث همین مواردی هست که پس از انتخابات در خصوص تقلب مطرح شد، در این باره دیدگاه خاصی دارید؟ والا من در مورد تقلب توی افایم هم نوشتم، به نظر من با اقداماتی که دولت نهم در طول 4 سال گذشته کرده بود، از انواع اقسام وامایی که داده بود و روستایی ها، کمک هایی که بهشون کرده بود، توی مناطق حاشیه‌ای شهرها رو کمک کرده بود، به بیش از 1 میلیون خانوار عملا زمین 99 ساله داده بودن، به 20 میلیون نفر به هر حال سهام عدالت داده بودن و سود اون تقسیم شده بود، من فکر کنم از قبلش هم مغرض بود که با یه اختلاف بالایی دولت موجود برنده میشه، یعنی اصلا نیاز به این نبود که با تقلب کاری انجام بشه. و تو دفاعیات هم همین نوشتم، توی دادگاه هم همینو خواهم ایشالله گفت. در هیچ راهپیمایی من حضور نداشتم، هیچ راهپیمایی رو من تایید نکردم و عموماً اصلا به این روش‌های راهپیمایی در کشورهای جهان سوم که احزاب و سندیکاها اصلا هنوز پا نگرفتن اصلا اعتقاد ندارم، چون نمیشه کنترلش کرد، یعنی تاش به اختشاش کشیده میشه. اقداماتی که آقای احمدی نژاد 4 سال گذشته کرده بود، به هر حال این اقدامات برای سطوح پایین جامعه توی اقتصاد کلان ایران دو تا اثر منفی داشت، یعنی هم توی اقتصاد کلان ما باعث رشد نقدینگی شد، هم رشد سرمایه گذاری رو پایین آورد، ولی در اقتصاد خرد به هر حال مشکل بسیاری از دهک‌های پایین جامعه حل شد، یعنی نقدینگی که تزریق شد به دهک‌های پایین جامعه مشکل مقطعی اونا رو حل کرد. به همین دلیل من تصور میکنم که 90% روستایی ها حدودن، حاشیه شهرها، شهرهای کوچک، اینا همه رأی به آقای احمدی نژاد دادن و با هر محاسبه حساب بکنیم این رأی آورده ایشون. حالا این که حالا بگیم آقا نخبگان رأی ندادن یه دیگه رأی دادن، کسی که اونجا دیگه رأی رو چک نمی کنه که نخبه داده یا غیر نخبه، مهم اینه که رأی آورده باشه، رأی شما نظر من رأی آورده. گفتن هر وقت مشارکت مردم به حد اکثر برسه غیر ممکنه در اینات انتخاب تقلب بود، مشارکت بسیار بالا بود، بنابراین تقلب از نظر من نبود. من موازم سریعه، تجمع غیرقانونی، اختشاش، کار غیرقانونی من باش مخالفم، هر کی میخواد انجام بده.